دیدار مردم درعا با شهیدان قیام در عید قربان. تشکیل شورای قبیله تی با تأکید بر استمرار انقلاب و سرنگونی رژیم اسد. توزیع گوشت قربانی در میان فقیران توسط رزمندگان ارتش آزادی سوریه. بازگشت لبخندهای گمشده بر لبان کودکان قوطه شرقی بعد از 7 سال. مردم سوریه در روزهای عید قربان در حالی که عید را جشن می‌گیرند به دیدار شهیدان و مزار آنها شتافتند، زیرا آنان فدیه‌ها و قربانیان مردم سوریه در راه سرنگونی رژیم اسد و آزادی سوریه هستند. برنامه طوفان تغییر امروز را با صحنه‌هایی از دیدار مردم درعا با شهیدان انقلاب شروع می‌کنیم. شورای قبیله تی در حومه غربی حلب کار خود را با تأکید بر سرنگونی بشار اسد آغاز کرد. گزارشی از تشکیل این شورا از نظرتان می گذرد. شعبان ابو حسین نماینده عشیره القوادره وشعوب القبائل تعرفوا هذا الكلام احنا ما ننسى واحنا جماعه اول شيء این آیه قرآن فلسفه وجودی ماست. همه ما در راه دین خدا هستیم. از همه شما برای شرکت در این جلسه دوستانه که از سوی قبیله تی دعوت کردیم تشکر می‌کنیم. به اطلاع همه می‌رسانیم که ما بر وحدت این قبیله، بر ادامه و پشتیبانی از انقلاب تا سرنگونی رژیم جنایتکار اسد تاکید می‌کنیم. این حرف را با تأکید بر سرنگونی بشار اسد میگویم. ما باید شورای قبیله را با انتخاب هیئت مؤسس تشکیل دهیم. ابو محمد نماینده قبیله تی در حومه غربی حلب. به همه افراد روستاهایی که در اینجا حضور دارند یادآوری می‌کنیم که اسامی را کامل بنویسید. هر اختلافی بعد از انتخاب به وجود بیاید، برای حل آن باید به این هیئت مراجعه کنیم. شورا مثل هیئت مؤسس است. هیئت مؤسس را چه کسانی تشکیل دادند؟ همین شما که اینجا هستید آن را تشکیل دادید. اولا نعتز بی اسلامینا بی دینینا. استاد عبدالحمید ابراهیم، ما با دین خدا یعنی اسلام پیروز هستیم. خدا با اسلام به ما سربلندی داده است. اگر تابع زور و دیکتاتوری باشیم، سرفرازی من را از دست می دهیم و گمراه و از خدا دور می شویم.
از آغاز انقلاب بیشتر فرزندانمان با انقلاب همراه بودند. ما شهیدان، قهرمانان و رزمندگان زیادی به انقلاب تقدیم کرده ایم. ما خواستار عدم تقسیم سرزمینمان هستیم. خواهان سوریه متحد هستیم. هدفمان جلوگیری از کسانی است که می‌خواهند با انقلاب به جاه و مقامی دست یابند و برای خودشان کسب و کار و سهمی از انقلاب بردارند. انقلاب مال مردم است. برای آنان که شهید و قربانی دادند. آنان که همه چیز خودشان را برای این انقلاب دادند. انقلاب برای پیشتازان و برای صادقان است. رزمندگان ارتش آزادی نه تنها در جبهه‌های نبرد علیه رژیم اسد و داعش فعال هستند، بلکه به خدمات رسانی به شهروندان از جمله توزیع گوشت قربانی میان فقرا در شهر زمیر نیز اقدام می‌کنند. ما رزمندگان شهید احمد عبدو وابسته به ارتش آزادی در شهر زمیر هستیم. عید را به همه مردم به خصوص مسلمانان تبریک می‌گوییم. ما اکنون به قربانی کردن گوسفندان و توزیع گوشت در میان فقرا و نیازمندان اقدام کردیم. از همه کسانی که در این کار خیر به ما کمک کردند تشکر می‌کنیم. خدا به آنان توفیق بدهد. بسم الله الرحمن الرحیم. نحن قوات شهید احمد عبدو في قطاع مدينه ضمير. ما رزمندگان یکانهای شهید احمد عبدو وابسته به ارتش آزادی هستیم. در شهر زمیر در حال انتقال گوشت‌های قربانی و توزیع میان فقرای شهر هستیم. از فرماندهی قسمت خودمان که در این امر ما را کمک کرد تشکر می‌کنیم. همچنین از مردم شهر که ما را در این امر کمک کردند سپاسگزاریم. عید بر همه مبارک باد. عید الاضحی کریم و کل عام و انتم به خیر. شهرهای قوطه شرقی در حومه دمشق به مدت چندین سال است که فضای عید را به خود ندیده، زیرا به طور مستمر در زیر آتش توپخانه یا حملات هوایی رژیم اسد بوده است. به شهر دوما می رویم و فضای جشن در میان کودکان را در گزارشی با هم می بینیم. السلام علیکم. نحن من اول اهل سوریا و اول شی کل عام انتم بخیر للمهاجرین. به شما و همه مردم سوریه عید را تبریک میگویم. همچنین به آوارگان و کسانی که از اینجا رفتند عید را تبریک میگویم. انشاءالله صلح به وطن بازگردد. ما امروز تلاش میکنیم که فرزندانمان خوشحال باشند. بعد از 7 سال محاصره که هیچ بازی و تفریح کودکانه ای نداشتند، میخواهیم امروز آنها را با بازی کودکانه و دیدارها خوشحال کنیم. ما به همه دنیا میگوییم که خواهان پایان جنگ هستیم. می‌خواهیم وطنمان به روند درست زندگی و میراث تاریخی خود بازگردد. انشاءالله برای این سرزمین کار می‌کنیم. در حد امکانات و مقدوراتمان تلاش می‌کنیم که این کودکان گذشته را همراه با دردها، بمباران‌ها، مهاجرت‌ها و کمبودهای مواد غذایی فراموش کنند. مطمئن هستیم روزهای خوبی همراه با گشایش برای همه مردم فرا می‌رسد.
همانطور که شنیدیم 7 سال لبخند از لبان کودکان محو شده بود. در شهر دوما در قوطه شرقی این لبخند و شادی بعد از سالهای طولانی بازگشته است. عبدالله داوود